گردونه حمودی. حالا فرصت برای بازیکنان پیروزی و نیکبخت دور میشه. خیلی سریع مدافعین دو تیم اجازه ندادن به مهاجمین که خیلی دوی محوطه جریمه صاحب توپ باشن. یک اشتباه از بازیکنان پیروزی، فرصت برای روح الله بگدلی جا میگذاره و توی دروازه گل اول استقلال، گل برای استقلال و روح الله بگدلی بالاخره کار خودش رو میکنه و استقلال رو روی اشتباه مدافعین پیروزی به اولین گل خودش میرسونه. استقلال اهواز 1 پیروزی تهران 0. در دقیقه 41 بازی ببینیم یک بار دیگه چگونه جا گذاشت مدافع پیروزی رو و از پس حسن رودباریان هم بر اومد و خیلی تکنیکیه این رولا که آقایان اسماعیل سفیری و محسن فریمانی ایشون رو در قضاوت بازی امروز یاری میکنن. بازی در ورزشگاه تختی اهواز انجام میشه. 25000 تماشاگر شاهد این بازی هستن. پشت محوطه جریمه فرصت برای رضا طاهری، ساخته و پرداخته میکنه و این ضربه توی دروازه، گل برای استقلال اهواز. عجب ضربه و عجب گل زیبایی که از زیباترین گل‌های لیگ برتر کشور توسط مصطفی حقی پور به نظر میاد که به ثمر رسید. عالی زد ضربش رو، ضربه بسیار زیبای مصطفی بیژنی هست. بله مصطفی بیژنی که اینگونه دروازه رو، بله مصطفی بیژنی هست که ضربش دور از دستان حسن رودواریان به درون دروازه پیروزی تهران میره. استقلال 2 پیروزی 3. استقلال در سمت راست به خصوص خیلی آزار داده سمت چپ خط دفاعی پیروزی تهران رو. اونجا علی حمودی، ماهینی و پژمان هستن. ببینیم با این توپ چه خواهند کرد. یک بار دیگه فرصت برای رضا طاهری و توی دروازه گل سوم استقلال اهواز. وارد دروازه پیروزی تهران میشه. از کمند آفساید گیری بازیکنان پیروزی عبور کرد رضا طاهری و سومین گل این تیم رو وارد دروازه پیروزی تهران کرد. استقلال 3 پیروزی 0. یک بار دیگه ببینیم در تصویر آهسته تماشاگران خوشحال اهوازی رو شما ملاحظه میفرمایید که بله در این صحنه هست که جا گذاشت حسن رودباریان رو. برای بار دوم هست که حسن رودباریان دریبل میخوره و دروازش باز میشه. یک بار رولا بیگدلی این کار رو انجام داد و بار دوم رضا طاهری هم هست که عبور میکنه از حسن رودباریان و دروازه پیروزی تهران رو باز میکنه. استقلال 3 پیروزی 0. یک بار دیگه ببینیم به راحتی جا گذاشت حسن رودباریان رو و انصافا تکنیک بالای فوتبالیستای خوزستانی رو به رخ میکشه رضا طاهری. محوطه جریمه اما راه توپرشون میبندند. شیری آفساید نیست. فرصت برای دقاقله. ببینیم با این توپ چه خواهد کرد. فعال هست محمد فعال، از راه میرسه دقاقله و توی دروازه گل چهارم استقلال اهواز توسط محمد فعال، بازیکن جانشینی که به میدان اومد و روی کرکت زیبا دروازه حسن رودباریان رو باز کرد. استقلال 4 پیروزی 0. شکست 4-1 استقلال تهران مقابل پگاه گیلان و حالا 4-0 پیروزی مقابل استقلال اهواز از نتایج عجیب و غریبی هست که در هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر کشور برای این سرمربی و سرمربی سابق استقلال اهواز یعنی فیروز کریمانه رو دشت میکنه در هفته 27 رقابت‌های لیگ برتر و استقلال اهواز با نتیجه قاطع 4-0 تا این لحظه. ببینیم این توپ چه خواهد شد تکلیفش. بعد از اون خدمتتون عرض میکنم که نتیجه قاطع 4-0 یا نتیجه دیگر. میزنه ضربه رو و توی دروازه ضربه آشوبی به گوشه سمت راست دروازه استقلال اهواز میره. نتیجه مشابه 4-1 تهران شکل میگیره در این دیار. ببینید که ضربه رو خیلی خوب زد فرزاد آشوبی به گوشه دروازه، فرستاد تکون نخورد مجید غلامی. نتیجه 4-1 میشه به نفع استقلال اهواز. در واقع دو تیم سرشناس تهرانی دو شکست مشابه